منتظرند کنسرت هومن اجدری، موزیسین و خواننده راک فارسی و گروه او شروع شود. کنسرتی که مرداد امسال سال 1392 در ولنجک تهران برگزار شد. من اجدری هستم، 30 سالمه، 40 سالم موزیک کار میکنم، خود موزیک هستم، من پدر موزیک هستم، من اولین هستم، من خیلی خفن هستم، من جگر همتون رو بخورم. هومن اجدری چند سالی ایران نبود و خارج از ایران موسیقی را دنبال میکرد. حالا او به ایران برگشته و این اجرا از اولین اجراهای او پس از بازگشت به ایران است. مدتی است که اجراهای زنده موسیقی در ایران افزایش یافته. از هومن میپرسم آیا شرایط اجرای موسیقی و برگزاری کنسرت در ایران بهتر شده که تصمیم گرفته به ایران بازگردد؟ از زمانی که برگشتم احساس میکنم جو موزیک ما خیلی بازتر شده، هم از لحاظ فرهنگی، هم از لحاظ اینکه بالاخره یه سری تحقیری‌ها رو دولت کنار گذاشته نسبت به موزیک و دارن بالاخره همراهی میکنن، اجازه میدن ما میتونیم سری کارهای انجام بدیم. در این ترانه هومن اجدری پدیده خیانت در روابط زناشویی رو دستمایه قرار داده و به روابط اجتماعی جامعه خود پرداخته. اون زمانی که من نوشتم خواستم یه نوع انتقاد کرده باشم از یک سری روابط عاشقانه بیمارگونه که سطح اجتماع هست، خیلی آدم ها بدون که همدیگر دوست داشته باشن در کنار همدیگر و در این حال خیانت هم میکنن به همدیگر ولی بازم با همدیگر هستن و یعنی راه احمقانه رو دارم ادامه میدن. خواستم یک دید طنزآلودی داشته باشم یا به یه حالت چه بگم بهتر بگم تمسخر بگیرم این قضیه رو، این خیانتی موجهی که شما دارین از دست اون کنید، این خیانتی که سعی میکنین توجیهش بکنین. چون میگم اون زمان یادم خیلی دور اطرافم از اینجور روابط میدیدم، فقط خواستم یه جور نقد کرده باشم این داستان. اما کنسرواتوار تهران، جایی که هر از گاهی موزیسین‌های جوان دور هم جمع میشن و کنسرت‌های مختلفی از جمله کنسرت راک در اون برگزار میشه. اجرای آهنگی به نام اعصاب ندارم از هومن اجدری و گروه مدسیتی در سالهای اخیر در کنسرواتوار تهران. از من نپرس اسمم چیه چون جواب ندارم، از من نپرس حرفت چیه چون حرفی ندارم، از من نپرس فردا چیه من فردا ندارم، روی اعصابم ای رانه را من اعصاب ندارم، آسمونه شهر من زشته مثل خود من، از من پس شاید
جان اعصاب ندارم. ترانه اکثر کارهایش ساده و روان است و دستمایه اجتماعی دارد. از کلمات ساده‌ای در ترانه‌هایش استفاده می‌کند که در حال و هوای روشنفکری نیست. از هومن درباره چگونگی ساخته شدن آهنگ اعصاب ندارم پرسیدم. والا داستانی که چجوری به وجود اومد، حقیقتش اینکه ما اون موقع با بند مدرسه و بچه رفته بودیم سر تمرین، یه روز نشسته بودیم دور هم دیگه و یه کیبوردرمون سام نظری شروع کرد یه پترن رو گرفتن و بعد گیتاریستمون شروع کرد زدن و اینا. من گفتم بچه حالا مثلا یه کورد اضافه بکنیم، اینجوری کنیم، این میشه کلاسش، این میشه. و همونجا من شعرشو گفتم. اگه هم دقت کنی شعرش خیلی کوتاه، چون همونجا که بچه ها داشتن میزدن آهنگ و من همون شعرشو گفتم. و خب خاطر هستش که هممون تحت فشار بودیم اونجا و بالاخره اینا همه ناشی از فشارهایی بودی که جامعه اطرافمون رو میذاشت، هم از بابت کاری، هم از بابت موزیک، هم فشارهایی رو که حتی از اقشار مختلف جامعه که دور برمون بودن حتی درک میکردیم. هومن اجدری از شاگردان فریدون فروغی خواننده نامدار ایرانی است. هومن میگه امیدوار است محدودیت ها جلوی رشد راک فارسی رو نگیره.